سلام خوش آمدید به یک درس دیگه درس های آموزش زبان آلمانی روزمره از کانال دوچ پزشک تیوی تو این درس میخوایم با هم دیگه ببینیم که موقعی که بریم پیش چشم پزشکی و یا پیش دکتر چشم در اصل چه صحبت هایی میتونیم به زبان آلمانی بکنیم لغت رو یاد میگیریم جملات کاربردی رو یاد میگیریم که دیگه بتونیم راحت با آگن آدز و یا همون دکتر چشم پزشک صحبت کنیم گشپرش میدم آگن یعنی صحبت کردن با چشم پزشک. ما حالا با هم خیلی از درس های مربوط به دکتر رفتن و یا پیش دکتر رفتن و صحبت کردن با پزشک رو کار کردیم همش در پلیلیست و یا همون پوشه بایم آرز و یا گشبقش میدم آرز در اختیار شما دوستان در وبسایت دوچپرزش تیوی دات کام هستش خب شروع میکنم جملات کاربردی رو اشمشت möchte einen Sehtest machen ich möchte einen Sehtest machen یعنی من میخوام یک چشم رو تست بکنم بیناییمو رو بسنجم زیه تست به این هستش که شما میدید میشین و بتونین این عدد رو نشون میده میگه کدوم طرفه و شما باعثی بگیم به این کار میگن این زیه تست. هم میتونید پیش پزشکا انجام بدید پیش مطب دکتر انجام بدید و هم میتونید در اینک فروشی ها در آلمان انجام بدید Ich möchte einen Sehtest machen. Ich kann nicht mehr gut sehen. Ich kann nicht mehr gut sehen. Jani, wenn diejenige mir tunam, ich habi bem. Doktorin, mir gehts Moschetunche. Ich kann nicht mehr gut sehen. Ja, mir tuen bejaspere geht. Meine Sehkraft hat sich verschlechtert. Meine Sehkraft hat sich verschlechtert. Jani, qodrat-e binaiye man

یعنی من درد شدید دارم در چشمانم آگه چشم میشه اوگن چشم ها میشه. تو جمله بعدی میگم اشب زدگن آگن schmerzن. دقیقا مشابه جمله بالا یه مدل دیگه. من از دیروز چشم درد دارم، چشم درد میکنه. اشب زدگستان اوگن schmerzن. حالا میخوام بگم چشم ورم کرده دیدیم بعضی وقت دور چشم ورم میکنه به ورم دور چشم و یا تورمش میگن آگنشپلونگ آگنشپلونگ ich habe seit gestern eine Augenschwellung. حالا seit gestern یعنی از دیروز میتونستید بگید مثلا از پری روز seit vorgestern یا seit einer woche از یک هفته و یا اصلا زایتو نگید بگید ich habe eine augenspellung بعضی مواقع سوی چشم آدم احساس فشار میکنه در از احساس فشار میشه دروک گفیل گفول یعنی احساس دروک یعنی فشار ایش هاب دروک گفول این مینن آوگن ایش هاب دروک گفول این مینن آوگن من فش احساس فشار میکنم در چشمم تو جمله باید میگم که ایش هاب زید این وخه این آوگن رویتونگ آگن به معنای چشم که قرمز میشه هست این بعض وقت توی چشم قرمز میشه میگم که از یک هفته پیش من این چشم قرمز شده چشم قرمزی دارم حالا چشم قرمز شده به هر دلیلی ایش هب زاید آینا بخه آینا آگن رویتونگ جمله بعد میخوام بگم که من چشمام نسبت به نور حساسه من دارم از این موضوع رنج میبرم ایش لایده آن لیشت امفیندلیشن لا and Licht یعنی من دارم رنج میبرم از اون موضوع بیماریم هستش دارم اذیت میشم از چشمانم که به نور حساس هستند Licht empfindlich یعنی حساس به نور لایدن رو هم درس داده بودم که چطوری میتونید بگید که از چیزی رنج میبرید یا اذیتتون میکنه لینک اون درس من براتون قرار میدم خب توی جمله بعد میگم که از چشمام اشک میاد دیدیم از وقتا کسی که چشمش حالا آلوده شده باشه اشک میاد میتونید راحت بگید که من آگن ترنن من آگن ترنن ترنن به معنای گریه کردن و یه اشک هستش که اشک ازش میاد من آگن ترنن یعنی از چشمام آب میاد از چشمام اشک میاد موقعی که چشمم بخاره و یا خارش داشته باشه میتونم بگم که ich habe jukende augen ich habe augen یعنی من چشمانم چشمانی دارم که الان خارش دارن یا میخاره یوکن به معنی خارش هستش ich habe jukende augen حالا اگه چشمام خشک باشه چی میگم دیدید که بعضی وقتا چشمای آدم خشک میشه درسته میگم ich habe trockene augen ایش, ترکنه ایش هاب ترکن آگن. ایش هب ترکن آگن. ترکن به منوی خشک هستش حالا موقی که چشمان بسوزه دیدن که بعض وقت آدم احساس سوزش داره در چشمش می که مین آوگن برنن مین آوگن برنن برنن به منوی سوختن هستش مین آگن برنن خب دیگه چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم که چشمان من سری خسته میشن کسی که مطالعه زیاد میکنه یا حالا پای کامپیوتر میشینه یا کاری میکنه که با چشمه خیلی وقتا چشماش زود خسته میشه میتونید بگید که مین آوگن ورن شنل موده مین آوگن ورن شنل موده یعنی چشمان من سری خسته میشوند تو جمله بعد میگم که ich denke ich habe eine Augenentzündung Entzündung به معنی عفونت هستش و چرک کردن Augenentzündung یعنی چشمی که متورم میشه چرک میکنه و عفونت میکنه Augenentzündung یعنی عفونت چشم یک اسم هستش ich denke ich habe eine Augenentzündung ما فهمیکنم که من عفونت چشم دارم موقع که آدم این حس رو داشته باشه که تو چشش یه چیزی هست بهش میگن فرمد کرپا گفول گفول یعنی احساس فرمد کرپا یعنی جسم خارجی حالا میخوام بگم که من حس میکنم که یه چیزی تو چشمه به فرض یک منظور اینه که یک جه حس اینو دارم که یک جسم خارجی تو چشم رفته یا تو چشم هست میتونید بگید که ایش این فرمد کرپا گفیل آگه Ich habe ein Fremdkörpergefühl im Auge. Auge, haben wir gesagt haben, bei jedem, der es mir sagt ein Auge. Was haben ihn im Schade, halte da tief. Wenn ich möchte, sage ich mir, dass ich es mag. Ich habe gesagt, ich Augen. Das Thema ist das nächste. Ich brauche eine Brille. Ich brauche eine Brille. شانبیله یعنی من نیاز به یک عینک دارم من یک عینک میخوام تصور کنید دکتر به شما میگه که چهشو ماینه نمیکنه میگه که شما بایستی عینک بزنید میگه که زیموسن اینبریل تراگن زیموسن یعنی شما بایستی یک عینک بزنید عینک رو هم تو آلمانی میگن عینک پوشیدن در از تراگن برای لباس هم استفاده میشه. زی این تراگن. حالا شما میگید که من نمیخوام عینک بزنم بلکه میخوام که از لنز از این لنزهای چشم استفاده کنم یا بزنم. ایش مشته کنه بغل هم یا کنه بغل تراگن هر دوتار میتونید بگید. ایش مشته لیبا کنتکت لینزن هم. و یا Kontaktlinsen benutzen. Haben, wir benutzen haben, wir haben. Sie müssen eine Brille tragen. Ich möchte aber keine Brille haben. Ich möchte lieber Kontaktlinsen haben. Hallo, Wird die Brille von der Krankenkasse bezahlt? Wird die Brille von der Krankenkasse bezahlt? عینک رو اون کرانکن کاسه و یا همون بیمه درمان من پولش رو میده تو جمله بعد میخوام بگم که من نزدیک بین هستم و یا دوربین هستم دوربین کسی رو میگن که دور رو خوب میبینه نزدیک رو نمیبینه و نزدیک بین به کسی میگن که نزدیک رو خوب میبینه ولی دور رو خوب نمیبینه ایش بین وایت زیشتیگ ایش بین وایت زیشتیگ یعنی من دوربین هستم و یا ایش بین کتز Ich bin kurzsichtig. یعنی من نزدیک بین هستم. واحد اندازه گیری ضعیفی چشم بهش میگن دیوپتری. دیوپتری. وی فیل دیوپرین هب ایش؟ از دکتر میپرسم که چشم من چقدر ضعیفه. اون واحد اندازه گیری ضعیفی چشم هستش. وی فیل دیوپترین هب ایش؟ که دکتره به شما مثلا میگه که زی هبن لینکس 1 und rechts 1 دیوپترین. یعنی شما تو لینکس چ... منظور چش چپه منهای یکه و چش راستتون مثبت یک هستش اینا واحدای برای دور و نزدیکی هستش دیگه واحدهاش که مثبت و منفی میشن و اون از یک تا ده فکر کنم هستش برای واحد اندازگیری قدرت چشم دیوپتری مفردش هست یا زینگولا هستش و دیوپترین حالت پلوغال یا جمعش هستش درست؟ این هم از ضعیفی چشم امیدوارم از این درس لذت برده باشین دوستان عزیز و بتونین دیگه در زندگی روزمره اگر به دکتر چشم خدای نکرده مراجعه کردید بتونین خیلی راحت هر چیزی که میخواین بیان بکنید با شیر کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیو با دوستانتون و لایک کردن میتونید از کانال خودتون اگر از ویدیوها لذت میبرین حمایت کنین تا درسه آینده بترود.